خبرنگار ما از مرز سوریه و ترکیه با ماست. نفیس، الان وضعیت روی زمین اونجا چطوره؟ فرداد امروز ما تعداد زیادی از نیروهای ارتش ترکیه رو دیدیم با تانک هاشون. به ما گفتن که نیروهای تقویتی هستن در 6 کیلومتری مرز سوریه، منتظر بودن از شب گذشته به ما اونطور که به ما گفتن و آماده بودن که وارد خاک سوریه بشن. اما در سمت دیگه ما تانک ها رو خیلی نزدیک روستاهای در حقیقت خاک ترکیه، روستای کردنشینی هستن که در خاک ترکیه هستن، تانک ها رو اونجا دیدیم که داشتن کوه‌ها و تپه‌های مقابلش رو هدف قرار می‌دادن که نیروهای کرد با فاصله خیلی کمی در اونجا استقرار دارن. همین نشون میده که خیلی هم از در حقیقت بخش زیادی از عمق این منطقه رو نتونستن تو برن، گرچه از دو زل رفتن تو، اما در بخش زیادی که مقابلشون هست همچنان سنگر گرفته بودن. از طرف دیگه نیروهای مدافع خلق هم تصاویری رو منتشر کردن و حتی دیشب یکی از فرمانده ها با سختی خیلی زیاد برای من یک سری تصاویر فرستاد که نشون میداد که در بخشی از روستاها بمباران ها و توپباران ها باعث در حقیقت مرگ غیر نظامی ها شده، گرچه برای ما چون اونجا نیستیم تایید کردنش سخته. اما با این فرمانده که صحبت کردم میگفتش که از مردم هم خواستیم که سلاح به دست بگیرن و از شهرشون دفاع بکنن، هرچند هنوز فکر نمی کنن که نیروهای تحت حمایت ترکیه یا ارتش ترکیه اصلا بتونن به نزدیک شهر افرین برسن. خیلی ساده نیست و در مسیرمون هم ما آمبولانس های زیادی رو دیدیم. اینو بگم هنوز تعداد در حقیقت کشته شده ها از دو طرف مشخص نیست، هر دو طرف میگن به همدیگه ضربه زیادی زدن. یه سربازی که ما دم تانک دیدیم به ما گفتش که 3 به گفته خودش شهید دادن، یعنی فقط این سربازی بود که ما دیدیم. و در مسیرمون هم آمبولانس های زیادی رو میدیدیم که دارن ظاهرا مجروح ها رو می آوردن. اما از اون طرف هم یعنی نیروهای تحت حمایت ترکیه هم تصاویری رو منتشر کردن که میگفتن نیروهای کرد رو کشتن. اما مشخصا وزیر خارجه ترکیه امروز اعلام کرد که یک صدفان یکم دیگه امروز کشته شده در خاک سوریه. نفیس، از آنچه که داری میگی به نظر میرسه که علارغم اینکه ترکیه یک ارتش تمام عیار داره، عضو ناتو هست، ولی پیشروی ها آنقدرها هم برای ارتش ترکیه تا اینجای کار دست کم راحت نبوده. بالاخره این جنگ خیلی آسونی نخواهد بود، هنوزم واقعا خیلی سخته که یعنی خیلی درکش سخته که چطوری برنامه ریزی کردن برای یه همچین نبردی وقتی در مقابلشون به هر حال یک گروهی هستش که مدت ها یا از طرف بخشیشون از طرف روسیه، بخشیشون از طرف آمریکا هم سلاح دارن، هم تعلیم دیدن و هم با منطقه خیلی آشنا هستن، اشراف زیادی به این تپه ها و کوهستان ها دارن و خیلی راحت نیستش که اونها مواضع خودشون رو عقب بذارن. از طرف دیگه وقتی که به عمق این منطقه بخوان برن نیروهای ترک با تعداد زیادی غیر نظامی مواجه خواهند شد. اون موقع است که فشار بر روی ترکیه به نظر میاد 100 چندان خواهد شد، گرچه ترکیه هم به همون اندازه که کردها فکر میکنن بهشون خیانت شده، ترکیه هم فکر میکنه که بهش خیانت شده. یعنی این چیزیه که ما اینجا میشنویم از یا مقامات یا مردم ترک منطقه، میگن که خب آمریکا پشت ما رو خالی کرد در مقابل گروهی که اونها تروریست خطاب میکنن. همین حس رو ما از اون طرف میشنویم، نیروهای کرد میگن آمریکا پشت اونها رو خالی کرده در مقابل حمله های ترکیه. اما انتظار از اولش نرفته که این جنگ جنگ آسونی باشه. اون چیزی که من امروز دیدم فاصله نیروهای کرد و نیروهای ارتش ترکیه خیلی کمه و اگه بخوان واقعا ضد حمله هاشون رو به اون شکلی که دیروز هم نیروهای کرد داشتن بخوان شروع بکنن و ادامه بدن، خیلی از روستاهای این منطقه هم تحت خطر قرار خواهد گرفت. و در نظر بگیرید که نیروهای کرد در تپه ها هستن و همیشه اون کسی که در بالاتر هست اشراف داره. تنها چیزی که اینجا میتونه به ارتش ترکیه یعنی دست بالا رو بده نیروهای هواییه که استفاده میکنه، جت های که ما امروز صداشون رو خیلی نشنیدیم، گرچه در داخل افرین امروز برای من پیام فرستادن که صدای این جت ها رو بالا سرشون میشنون، اما بمبارانی رو به من حداقل نگفتن که اتفاق میفته. اما در کل فرداد این نبرد آسونی نخواهد بود، شاید در مقطعی متوقف بشه و
اصلا بیشتر از این هم پیش نره، با توجه به این که وزیر خارجه آمریکا هم امروز گفتش که دارن با ترکیه مذاکره میکنن و نگرانی های ترکیه رو میخوان برطرف بکنن، ممکنه فقط یک منطقه حائل ایجاد بکنن. این تنها چیزی که فعلا به نظر میرسه که در این مرحله ترکیه میخواد دنبال بکنه. ممنونم از تو نفیسه کوهنورد، خبرنگار ما در مرز ترکیه با